سلام دوستان من، به کانال من خوش اومدین. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و آماده باشین برنامه امروز من رو ببینین. اگه من رو نمیشناسین، من سارا هستم، متخصص بیوتی، و امروز میخوام در مورد قرص های ویتامین C و تفاوتش با سرم ویتامین C که بر روی پوست صورتتون میزنین صحبت کنم و میخوام توضیح بدم که چرا هر کدوم از اینها جداگانه برای بدن و صورت شما مفید هست. اگه دوست دارین در ادامه برنامه با من باشین. همونطور که میدونیم بدن ما ویتامین C رو نمیتونه تولید کنه، از طرفی نمیتونه هم تو بدنمون ذخیره سازی کنه. ویتامین C یک ویتامین محلول در آب هستش و باید به شکل روزانه اون رو مصرف کنین، و اینکه چون محلول در آب هست از بدن اضافه اون دفع میشه و همونطور که گفتم هیچ ذخیره سازی نمیشه، و بهترین اونها میتونه یک قرص ویتامین C باشه یا یک کپسول های مکمل غذایی باشه که ویتامین C اینکلود هست در کنار بقیه ویتامین ها که باید به شکل روزانه میل کنیم. کارهایی که ویتامین C میکنه، یکی از مهمترینش که خیلی اهمیت داره، احتمالا شما هم این رو میدونید، برای بالا بردن سیستم دفاعی بدن هست. به خاطر همین هست که وقتی که سرماخورده میشین یا آنفولانزا، غالبا قرص جوشان ویتامین C رو یا قرص ویتامین C رو باید با آب میل کنین، چون خیلی کمک کننده هستش. از طرفی یک محافظ خیلی خوب و جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی هست. پس با اینکه شما جوان هستین، با مصرفش انگار دارین یک جوری از بیماری هایی که در سنین بالاتر پیش میاد پیشگیری میکنین، و در کنارش برای جلوگیری از بیماری های چشمی خیلی مفید هستش. فرایند پیری پوست رو کاهش میده و باعث تولید کلاژن در پوست میشه. وقتی که جراحی دارین یا زخمی در بدنتون هست، حالا برش جراحی هست یا زخمی که عمیق هستش، وقتی که شما ویتامین C رو مصرف میکنین، در ترمیم زخم خیلی کمک کننده هستش. و یکی از مهمترین مزایای ویتامین C جلوگیری از سرطان پوست هست. عزیزان، کسانی که کمخونی فقر آهن دارن و به شکل روزانه، به خصوص خانوم ها، قرص آهن رو میل میکنن، بهتره که در کنارش یک ویتامین C رو قرصش رو میل کنن و این رو همزمان با مصرف قرص آهن داشته باشن. ویتامین C به عنوان یک فاکتور کمک کننده جذب آهن از روده به داخل خون هستش، برعکس چای پررنگ که انگار آهن رو تو خودش نگه میداره و در روده میمونه و وارد از انتقالش به خون جلوگیری میکنه. ویتامین C خیلی برای کسانی که کمخونی فقر آهن دارن مفیده. ویتامین C که در مواد غذایی هست و در میوه ها و سبزیجات، مثلا خیلی معروفش پرتقال هست که حاوی ویتامین C هست، خیلی نیازهای بدن رو به طور کامل تامین نمیکنه و خالص نیستش. اما ویتامین C که به شکل مکمل مصرف میکنین، خیلی کیفیت بالاتری داره و امروزه خیلی میدونین که مصرفش بالا هست و خیلی هم کمک کننده است. حالا اینکه این ویتامین C خوراکی که میل میکنین وقتی وارد بدن شما میشه، یکی از مهمترین هاش واکنش متابولیکی هستش که در سنتز کلاژن داره. ببینید دوستان، آره، ویتامین C که به شکل سرم استفاده میکنین هم تاثیر بر کلاژن سازی داره، ولی شما باید قرص یا مکمل ویتامین C را هم حتما میل کنید و بعد به عنوان یک آنتی اکسیدان و تولید انرژی هم هستش. اینطور ویتامین C وقتی که در داخل بدن هست، بر روی تمام سلول های بدن، بافت های بدن که تحت تاثیر رادیکال های آزاد قرار می گیرن، در اصل اونها رو یک محافظت انجام میده. این هم یکی از مزایای مصرف خوراکی ویتامین C هستش. بر این باورن که اگه قرص ویتامین C یا حالا لیمو، پرتقال رو مستقیم بر روی صورتشون بزنن، این ویتامین C همون کاری رو انجام میده که وقتی که ما یه قرص رو میل میکنیم. این کاملا از نظر علمی یک حرف فوق‌العاده خنده‌دار هستش و اصلا درست نیست، چون اولا که
هیچ کنترلی بر کیفیت محصول وجود نداره. از طرفی این ویتامین سی با پیچ 2 هست، پیچ پوست ما 4.5 هست و هیچ هماهنگی بین این دوتا به وجود نیمده چون دستاس هستش و از طرفی خیلی ریاکشن ایجاد میکنه، به خصوص سوزش که مطمئنم همه کسانی که از این محصولات برای پوستشون استفاده کردن این رو تجربه داشتن و این در از همون حساسیتی هست که پوست نسبت به مواد داخل این محصول میده، واکنش نشون میده و میگه که این رو از رو صورت من وردار و ما با اصرار میگیم نه داره اثر میکنه، خیلی خوبه، لطفا این کار رو نکنید. و از نظر کارآمدی اگه فکر کردین که باعث میشه پوست شفاف داشته باشین، خیلی 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 ضعیف عمل خواهد کرد. نتیجه گیری این که ویتامین سی خوراکی رو حتما باید میل کنین عزیزان. اما میرم سر وقت سرم ویتامین سی. حالا سرم ویتامین سی رو چرا باید استفاده کنیم؟ خب میدونین که در محیط آزمایشگاهی یه سری تغییرات شیمیایی مولکولی روی ویتامین سی ایجاد میشه، اون هم به خاطر اینکه مولکول شرایط رو پیدا کنه که بتونه جذب پوست بشه. این خیلی مهم هستش و اون رو به یک حالت کارآمد و مفید تولید میکنه و از همه مهمتر که اینکه یک آنتی اکسیدان هستش و اثر مستقیم برای محافظت پوست در مقابل رادیکال های آزاد داره. قبلا در مورد رادیکال های آزاد صحبت کردم، این ویدیوش این بالا، حتما یک نگاه بندازین که اصلا رادیکال آزاد چه شکلی به وجود میاد و از طرفی باعث کاهش چین و چروک میشه که حالا بعدا بهتون توضیح میدم چرا، و محافظت کلاژن پوست رو انجام میده. یعنی علاوه بر اینکه در کلاژن سازی سرم ویتامین سی موثره، در تولیدش هم موثره، یعنی هم محافظت میکنه هم تولید میکنه. و ضد آفتاب ها و سرم ویتامین سی وقتی در کنار هم دیگه استفاده بشه، یک محافظت کامل رو در مقابل اشعه های UVA, UVB و رادیکال های آزاد و آلودگی ایجاد میکنه و بهتر هست که همیشه اول سرم ویتامین سی تون رو رو صورتتون بزنین، 20 دقیقه صبر کنین و بعد ضد آفتابتون رو بزنین برای بالاترین رنج محافظت عزیزان. ولی هر کدوم از اینها جداگانه هم کار خودشون رو انجام میدن. از ویتامین سی موضعی یک فاکتور تحریک کننده کلاژن سازی پوست هست و باعث میشه که پوست حالت ترد و پری رو داشته باشه، اما در کنارش به خاطر خاصیت اسیدی که داره یک لایه برداری خیلی سطحی و خیلی آروم رو انجام میده و باعث مشکلاتی که با هایپر پیگمنتیشن یعنی لک هستش و اون رو برطرف میکنه. و وقتی که شما به مدت 2-3 ماه و مداوم از این سرم استفاده کنین، خودتون میبینین که پوستی شفاف، درخشانتر و زیباتر خواهید داشت. در آخر اینکه مواد تشکیل دهنده یک سرم ویتامین سی فقط ویتامین سی نیست. اینها رو تیتر کردم براتون. اولش و مهمترینش که 100% همتون میدونین اسید اسکوربیک هستش که همون ویتامین سی هست، اما در کنارش ویتامین ای رو هم گذاشتن تا پوستتون خشک نشه و در از آبرسانی به پوست هم انجام میشه. خیلی فرمول خوبی هستش و بعدیش توکوفرول هستش، گلوتاتیون و اسید فرولیک. این گروه در کنار هم دیگه میتونه بهترین اثر رو داشته باشه. این به خاطر همین هست که میگم لازم نیست که شما مثلا پرتقال یا لیمو رو مستقیم روی پوستتون بذارین. یک سرم آماده با بهترین کیفیت و آماده شده با قیمت خیلی مناسب رو میتونین استفاده کنین و رضایت کامل داشته باشین. و از همه مهمتر این که شیشه‌ای که توش از سرم ویتامین سی قرار گرفته باید تیره باشه تا نور و اشعه آفتاب اون بر روش تاثیر نذاره، چون خیلی حساس هست و مولکولاش خیلی سریع شکسته میشه. این نکته رو هم باید رعایت کنیم و بسته به شرایط پوست بین 10-20% هستش که شما با توجه به شرایط خودتون همیشه ملایم ترین رو به نظر من انتخاب کنید. نتیجه گیری آخر این که چون شما مکمل های ویتامین سی رو استفاده میکنین، این به این معنا نیست که شما به سرم نیاز ندارید. شما باید هر دو رو با هم و همزمان استفاده کنین عزیزان. و حالا اینکه ویتامین سی چطور استفاده بشه،
این اینجوری نیستش فقط در طول روز استفاده کنید، شب و روز میتونید استفاده کنید، ولی لطفاً حتما صورتتون رو بشورین، تمیز کنین با شستشوهای مخصوص پوست خودتون، پوست رو خشک کنین تمیز و روی پوست تمیز سرم رو بزنین و بذارین قشنگ روی پوستتون خوش بشه، جذب بشه و بعد در طول روز ضد آفتابتون رو بزنین. خب دوستان، این هم از ویدیوی امروز. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.